من آرش سیگارچی، روزنامه نگار 32 ساله ایرانی هستم که در سال 84 از سوی جمهوری اسلامی ایران مورد آزار و محکومیت قرار گرفتم. محکومیتی که آنها برای من در نظر گرفتن ابتدا 14 سال زندان به واسطه فعالیت های روزنامه نگاری بود و بعد این محکومیت رو به 3 سال زندان کاهش دادن. مدتی بیش از 2 سال من در زندان های ایران بودم و در نهایت توانستم به خاطر بیماری که داشتم از ایران خارج بشم و الان در امریکا زندگی میکنم. من روزنامه نگاری رو از سن خیلی کم شروع کردم. از 17-18 سالگی روزنامه نگاری رو شروع کردم و به عنوان خبرنگار ورزشی ابتدا فعالیت میکردم و بعد به عنوان خبرنگار فرهنگی در روزنامه ها کار میکردم. بعد از ریاست جمهوری آقای خاتمی فضای مطبوعاتی خیلی عوض شد، یعنی بازتر شد، تعداد مشیان افزایش پیدا کرد، به طوری که ما بچه هایی که خبرنگار بودیم محل های زیادی بود برای اینکه کار بکنیم، از جمله در تهران در روزنامه های سراسری. طبیعتا ما به اونها پیوستیم و سعی کردیم کار خودمون رو رشد بدیم، در کنارش افزایش دانشمون رو داشته باشیم، تحصیل کنیم در رشته روزنامه نگاری و این باعث شد که ما بچه هایی که خیلی زود وارد روزنامه نگاری شدیم به مدارج بالاتری برسیم. طبیعتا تو ایران روزنامه نگاری چون به خاطر اینکه تجربی بود و علمی نبود باید افراد خیلی سالها تجربه بکنن، اما ما نسلی بودیم که تو بعد از دوم خرداد روزنامه نگار شدیم و تونستیم این تجربه رو خیلی سریع کسب کنیم. روزنامه های اگه یه روزنامه نگار قدیمی و سنتی 10 سال طول میکشید تا مثلا تو کارش پیشرفت کنه، از خبرنگاری به روزنامه نگاری تبدیل بشه کارش، ما این پروسه رو تو 1-2 سال میگذروندیم، چون در این حال در چند تا روزنامه داشتیم کار میکردیم و سیر حوادث اینقدر زیاد بود که ما رو حرفه‌ای تر کرد. و در این حال خب تحصیلات هم در نظر باید گرفت. منتها خب همه میدونن که تقریبا بر اساس سال میلادی فکر کنم 2000-2001 بود مطبوعات زیادی تو ایران توقیف شدن توسط قوه قضاییه و طبیعتا من هم در یکی دو جایی که کار میکردم روزنامه هم تعطیل شد. از اون زمان بود که اون زمان من روزنامه‌نگار سیاسی بودم که تو بخشای روزنامه‌ها به عنوان خبرنگار و روزنامه‌نگار سیاسی تحلیلم می‌نوشتم. بعد از تعطیلی مطبوعات در اردیبهشت 79 من برگشتم به زادگاهم. زادگاهم گیلان، استانی در شمال ایران در جنوب دریای خزر که در اونجا یک روزنامه رو انداختم، یک روزنامه محلی به نام گیلان امروز. گیلان امروز از 79 شروع کرد و بعد از 3 ماه من به عنوان دبیر بخش سیاسیش کار کردم. 1 ماه بعد مدیر مسئول روزنامه من به عنوان رئیس شورای سیاست‌گذاری روزنامه انتخاب کرد و بعد از اون 3 ماه که کار کردم، یعنی دقیقاً 4 ماه کارم، من به عنوان سردبیر روزنامه انتخاب شدم و 3 سال و نیم، نزدیک 4 سال فعالیت می‌کردم به عنوان سردبیر. هر روز ما یه روزنامه 8-16 صفحه‌ای داشتیم که خبرهای استان رو و خبرهای کشور رو منعکس می‌کردیم. هر چی که می‌گذشت به دولت خاتمی 80 سال 84 پایان می‌گرفت. هر چی که میگذشت از همون سال 79 به 84 نزدیک میشدیم فضا بسته تر میشد و این آخرش دامن ما رو گرفت، به طوری که بارها ما رو به وزارت اطلاعات احضار میکرد. طبیعتا من روزنامه نگار بودم و اون موقع با رسانه های خارجی مثل بی بی سی، رادیو فردا، رادیو فرانسه مصاحبه هایی میکردم در مورد مسائل پیرامونم. ابتدا بهانه‌اش این بود که چرا با رسانه های بیگانه ارتباط داری، رسانه های خارجی. اما بعد مطالب روزنامه خودم رو جمع‌آوری کردم، میذاشتم جلوم، هر ماهی یه بار من احضار میکردم، میگفتن اینها چرا نوشتی و اینها. بهانه‌های خیلی ساده ای بود، مثلا میگفتن که تو چرا به جایی که بدین، من در خبری در مورد مجاهدین خلق نوشته بودم، یه گروه به خود برای ناراضی و مخالف ایرانی که در خارج از کشور فعالیت داره، معمولا هم در جنگ با ایران هست، در مورد اینها نوشته بودم. اینها به من گفتن که تو چرا از واژه منافق برای اینها استفاده نکردی. من میگفتم واژه منافق صفته، من نمیتونم صفت برای یه گروهی که اسمش یه چیز دیگه است استفاده کنم، این با معیارهای روزنامه‌نگاری نمیخونه. نمیپذیرفتم، میگفتن تو به اونا وابسته ای. یا مثلا اگر من یادم هست یه مطلبی در مورد رهبر ایران نوشته بودم، زمانی که دنیا از ایران میخواست که فعالیت هسته‌ایشو متوقف کنه، رهبری مخالفت میکرد. من نوشتم که به جایی که مثل آقای خمینی در سال 68 مجبور بشه جام زهر رو سر بکشه، خودش داوطلبانه جام زهر رو سر بکشه و فعالیت هسته‌ای ایران رو متوقف کنه تا دنیا باور کنه ایران به مال بمب‌اتم نیست. اما همین رو به عنوان توهین به رهبری میدونستن. النهایه شهریور 83 منو بازداشت کردن، ریختن خونمون،
تمام وسایلم رو گشتن، کامپیوترم بردن، سی دی ها، کتاب ها و خیلی وسایلم رو بردن. دو روز من رو بگردشن. در اون دو روز یه بازجویی مقدماتی کردن. آزار و اذیت بود اما جدی نبود. و گفتن بعد از دو روز گفتن برو. سه ماه بعد، نزدیک سه ماه و نیم بعد، 16 دی 83، من در محل کارم بودم. روز جمعه بود. ما جمعه ها برای روزنامه شنبه کار میکردیم. به من زنگ زدن که فردا باید بیایید دادگاه. و من روز شنبه 17 دی رفتم دادگاه. در دادگاه قاضی بود و بازجوی اطلاعات و نماینده وزارت اطلاعات در اونجا بودن. سیر پرونده رو برام گفتن. گفتن داریم به تفهیم اتهام میکنیم و اصلا اجازه نمیدارم من صحبت کنم. من خواستار حضور وکیلم شدم. گفتن که حالا مرحله مقدماتی اصلا نیازی به این کارها نیست. به من گفتن ساعت از 8 صبح تا 2 طول کشید. دو گفتم برو، فردا بیا. فردا که رفتم به من گفتن که بیرون باشید. و باز افسر پرونده و بازجو رفتن داخل. تا ساعت 3 بعد از اون صحبت کردم. به من گفتن که بیا داخل یه چیز رو امضا کن. دیدم یه برگه جلوی من گذاشتن که 20-25 خط نوشته شده به صفحه کامل. گفتم باید بخونم امضا کن. گفت خب بخون. دیدم اولش نوشته که این جانب آرش سیگارچی فرزند احمد متولد فلان میپذیر اتهامات زیر را میپذیرم. اولش جاسوسی بود، دومیش توهین به ولی فقیه بود، سومی توهین به امام بود و به همین ترتیب تا آخر. من گفتم با به قاضی رو کردم و خندیدم. گفتم شوخی دارید میکنید با من؟ گفت نه جدیه. گفتم من امضا نمیکنم. گفت باشه، پس ما هم با تو هر جوری که دوست داشته باشیم برخورد میکنیم. همه انگار شوخی بود. اما گفتم بیرون وایستم. بیرون وایستم دیدم دو تا مامور اومدن از اطلاع، دو تا مامور مجهز لباس شخصی بودن اما مشخص بود که مسلح هستن. و بعد از اینکه اینا رفتن در اتاق، بعد از چند دقیقه منو صدا کردن و اینا دستبند به من زدن، منو بردن با خودشون، که از اونجا ماجرای زندان من شروع شد. من خیلی سخت بود. روزایی که 20 روز در زندان، فکر کن از یه محیط بیرون شما رو بردارن ببرن یه محیطی که خیلی وحشتناک بود. یه سلول یک خیلی کوچیک، تقریبا یک ترم یک، شکنجه، بازجویی های متعدد و همه اینها به کنار، 20 روز طول کشید این ماجرا. به خاطر اینکه مدام میگفتن باید اعتراف کنی که تو از سازمان سیا پول میگیری، تو باید اعتراف کنی از با موساد همکاری داری. بعضی وقتا هم به شوخی میگونن MI6 و اینا چی میگونن، نه اونا در تخصص تو نیست. و این ماجرا ادامه داشت تا 20 روز. بعد از 20 روز یک روز من مادرم هیچ کس ارتباطی با من نداشت، نمیتونستم با کسی تماس بگیرم. اونجا خواستار حضور وکیلم میشدم، در جواب منو میزدن. این داستان ادامه داشت تا روز 18 بود که به من گفتن که ملاقاتی داریم. این ملاقات در حقیقت ملاقات قانونی نبود، چون به هر اونجا زادگاه من بود، شهر رشت. خانواده من تونسته بودن از طریق اقوام یک نفر در زندان پیدا کنم و اون شخص بعد از ساعت اداری امکان فراهم کرد که مادرم بیاد دیدن من. وقتی که آمد دیدن من، یک کاغذ کوچیکی با من داد، به من، برای من آورد. من خیلی افسرده شده بودم در اون 18 روز گذشتهش و فکر می‌کنم واقعا شاید اینا راست میگن، من جاسوس بودم، چرا مصاحبه می‌کردم با رسانه‌ها. برای من یک خبر آورد که اصلا نگران نباش و تمام رسانه‌ها دارن اسمتو میگن، هیچ کس رو فراموش نکرده. و من این که گفتن روحیم خیلی عوض شد، طوری که شبش بازجو اومد بهم گفتش که خب ما میخوایم کی میای بشینی اعتراف بکنی، کی میای بشینی بنویسی و اینها. من گفتم نه هرگز من این کارو نمی کنم. 18 روز که گذشته، 18000 روز هم بگذره من اعتراف نمی کنم. دو روز بعد، تقریبا دو روز بعد، منو برگردوندن به بند عمومی و زندان سیر عادیشو پیدا کردن. یعنی البته بند زندانی سیاسی تو رشت نبود، منو تو بند زندانیهای دیگر نگه میداشتن. یه 10 روزی گذشت و یک روز یک شب منو صدا کردن که بیا، حکمت اومده. معمولی میاد حکم میاد، شما باید امضا بکنه. من حکم رو دیدم، گفتم باید بخونم. حکم من 4 صفحه بود. معمولا زندانی حکمشون 1 صفحه بود و اون 4 صفحه رو با فرصت خوندم و پاش نوشتم که من این حکم رو قبول ندارم و به اون اعتراض دارم. حکمش من رو به 14 سال زندان محکوم کرده بود. 10 سال به خاطر همکاری با دولت متخاصم آمریکا، 2 سال به خاطر توهین به امام و رهبری، 1 سال تشویش از خانم عمومی و 1 سال فعالیت تبلیغی علیه نظام. بعد از ماجرای صدور حکم و امضای من، خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل 2003 و آقای محمد سیف‌زاده و پرویز جهانگیر راد قبول کردن که وکالت منو قبول کنن. البته
آقای سیدزاده وکالت منو داشت اما اینا اجازه نمیدادن و یک ماه دیگه من زندان بودم تا بالاخره پرونده من رفت برای دادگاه تجدید نظر و من با یه وثیقه $200,000 از زندان به طور موقت آزاد شدم. آزاد شدم و خب طبیعتاً پرونده من در تجدید نظر بود، من باید آماده میکردم خودم برای تجدید نظر. در این فرصت که آزاد بودم رفتم پیش آدم‌های سرشناسی مثل وزیر دادگستری، مثل آقای خاتمی، مثل معاون اولشون آقای ابتری و چهره‌های دیگه، میگم شکایتی که از من شده وزارت اطلاعات دولت شما شکایت کرده، قوه قضاییه هم از این فرصت استفاده کرده و منو به اشد مجازات محکوم کرده، چیکار باید بکنم؟ همه میگفتن به کمک میکنیم حل میشه و من میدونستم که دولت خاتمی تموم بشه حل نخواهد شد. همینجور هم شد. آذر ما آخرین روزای آذر منو صدا کردن و گفتن که تو حکمت شده 3 سال، از 14 سال شده 3 سال. و یک روز شاید 5 دی بود، رفتم حکممو بگیرم، منو گرفتن انداختن زندان برای اینکه اون 3 سال رو بگیرم. همون روزها بود، روز 21 بهمن، برادرم 20 بهمن، برادرم اومد زندان. برادر بعد از من بود، من اون موقع 27 سالم بود، برادرم 26 سال، اشکان اسمش بود. اشکان آمد به زندان ملاقاتم و یه برگه ای از من گرفت که من در اون نامه به دیوان عالی کل کشور تقاضای فرجام خواهی کرده بودم و گفتم چون سابقه ندارم و این حکم عادلانه نیست، استدلال من این بود، میگفتم همه دلایل حقوقی به کنار، حکمی که 14 ساله یک دفعه میشه 3 سال، پس 3 سال هم امکان داره بشه تبرئه. نامه رو از من گرفت و میخواست بره تهران که اینو به دیوان عالی کشور تسلیم کنه. در راه رشت به تهران تصادف کرد و جان داد. بعد از این برای تشییع جنازه من آوردم بیرون، یه هفته بیرون بودم برای تشییع جنازه‌اش و باز برگشتم به زندان. این جریان زندان من 1.5 سال دیگر طول کشید. 1.5 سال دیگر زندان بودم تا اینکه آذر اسفند 84 85 اسفند 85 من یه زخمی در دهانم ایجاد شد و من اذیت میکرد. از مسئول زندان خواهش کردم به من مرخصی بدن، چون چند بار داخل زندان به پزشک مراجعه کردم اما تأثیری نداشت. ازشون خواهش کردم به من مرخصی بدن از مسئولین زندان. اومدم برای مرخصی که در بیرون از مرخصی متوجه شدم که من سرطان زبان دارم. طبیعتاً از مسئولین زندان اجازه گرفتم، مدارک پزشکیشون دادم و تا بتونم درمان کنم خودمو. درمان من حدود 1 سال طول کشید و هر بار 6 ماه مرخصی به من میدادن. به خیالم این بود که من 2 سال زندان موندم و این 1 سالی هم که اینها به من مرخصی دادن 3 سال زندان تموم شده و من میتونم برگردم به زندگی عادی. اما بعد از این 1 سال که برگشتم، 1-3 ماه دیگه باید برای رادیو درمان و اینها فرصت میگرفتم، به من گفتن که این تموم شد، این 3 ماه برگرد. گفتم چرا شما 1 سال؟ گفتن این مرخصی که به تو دادیم جزو ایام حبس حساب نمیشه و شما با 1 سال دیگه به زندان برگرد. و همین دلیل بود که من تصمیم گرفتم به نوعی از کشور خارج بشم، چون تقریبا شوخی نبود، یک بار من به 14 سال زندان محکوم کرده بودن، در زندان برادرم رو از دست داده بودم و یک بار خودم تا پای مرگ رفته بودم و فکر میکردم اگر بیرون از ایران باشم میتونم بیشتر به جامعه و مردم کمک کنم، چون کارم کار خبرنگاری بود، کار روزنامه نگاری بود. من دعوتنامه‌ای از یه دوستی از یه مؤسسه در واشنگتن داشتم برای سخنرانی. در 10 ژانویه 2008 برای اون سخنرانی از ایران خارج شدم. در فرودگاه ایراد گرفتن که کجا داری میری. مدارک پزشکی بهشون ارائه دادم و گفتم برای ادامه درمان و یه ماموریت کوتاه که به آمریکا اومدم. اولین برنامه‌ای که داشتم یه سخنرانی گفتگو با رسانه صدای آمریکا بود و غیر از اون سخنرانی در محلی که دعوت شده بودم. منتها برخلاف انتظار من، با اینکه خیلی سعی کردم مراعات کنم و متناسب با قوانین داخل ایران سخنرانی و اظهار نظر کنم، اما بعد از این مصاحبه و سخنرانی دیدم که روزنامه‌های محافظه‌کاران علیه من مطالب تندی نوشتن و فکر کردم که اگر برگردم این داستان زندان و اینها ادامه خواهد داشت. به همین دلیل در آمریکا موندم و از دولت آمریکا درخواست پناهندگی کردم.